شما میدونید آقایون دولت مردا چرا مردم به حرفتون گوش نمیدن؟ چون شما رو صادق نمیدونن، چون معلم های صادقی نیستی. تو که نمیتونی بشینی تو فلان جزیره به من بگی نرو مسافرت، که این که جوکه آقا جون. آخه تو چجوری رود میشه به من توصیه کنی؟ آخه یه ذره به مردم حق بدیم. ما به مردم میگیم مسافرت نرید، خب خودتون دارید همه میرید مسافرت. چجوری به اونا میگی مسافرت نرو؟ مگه نمیگید نرید مسافرت؟ وزرای محترم دولت، معاونان وزرا و شخص رئیس جمهور و تمام مسئولین جمهوری اسلامی از تو خونه هاشون یه عکس بگیرن بدن بیرون، ما بفهمیم خونه شونه. کاری نداره که، نشون بدید ببینم کجایی. شما به ما میگید خودرو ملی، آقایون مسئولین همه از ماشیناتون عکس بگیرید، ماشیناتون رو من ببینم چی سوار میشید. آقا شما تو ماشین خارجی سوار شدی بعد به من میگی خودرو ملی سوار شو؟ چه جوری به من میگی این کارو بکن؟ بریم تو خونه هاشون ببینیم چی مصرف میکنن، کالای ملی مصرف کن. چجوری رود میشه؟ تو چه معلمی هستی؟ اینا معلمای غلط جامعه هستی. آقا مسئولی که تو به مردم میگی مسافرت نرو، خودتون نمیرید؟ بچه‌هاتون نرفتن؟ دخترتون، عروستون، دومادتون اصلا ایرانن که نرن؟ تو ایرانن اصلا بچه‌هاشون ایرانن؟ آقای وزیر من میخوام بگم خدا وکیلی الان عید شما کجایی؟ تو خونه هاتونی؟ بالاخره ما دو هفته بمونیم، شما بیرون جمعش میکنی داستانو؟ انشالله میدونم، انشالله ماشالله که بر نمیداره. باشه توصیه کنید دو هفته بمونن، ولی لوازم دو هفته تو خونه موندنم شما فراهم بکن. مردم چرا میرن مسافرت؟ مردم چرا میرن؟ میدونید جیده چرا میرن مسافرت؟ بذار بهت بگم آقای مسئولین، اگه نمیدونید این چیزا رو من یه ذره بگم بدونید. بعضیا میرن مسافرت چون مثلا اگه بره تو روستا خرجش با شهر فرق میکنه، یعنی نمیتونه هزینه زندگی تو شهر رو بده، سالی 4-5 ماه میره روستاشون که هزینه هاش یه جوری جمع و جور بشه. آخه تو کی میتونی بفهمی یارو که 700 هزار تومان در ماه درآمدشه این چی کار باید بکنه؟ بعد میگه آقا بشین تو خونت. این چه جوری بشینه تو خونش؟ آقای وزیر، آقای مسئول، خودت چند میلیون حقوق میگیری؟ 10 میلیون، 12 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون، چقدر میگیری؟ تو کشورت میخواستی به 60 میلیون نفر پول بنزین بدی که ندادی اونا. خب 60 میلیون نفر محتاج این بودن که پول بنزین بگیرن، بعد دیگه میگی بمون تو خونه؟ چه جوری بمونه تو خونه؟ فکر کنید یارو پاشده زده بریم سفر، دل خوش داره مثلا پاشو بریم سفر. اونایی که دل خوش داشتن و ویلا و این چیزا داشتن، اونایی که رفتن با پرواز رفتن، خودشون با پرواز رفتن، ماشیناشون رو با تریدی داده بودن ببرن، اونایی که وضعشون خوبه. اینی که با پراید رو صفش ساکاشو چیده با زن و بچش داره میره، این آدم کجا داره میره؟ بعد میگی آقا بشین تو خونت. چرا فکر نمی‌کنی؟ چرا همش فقط بلد شدیم بزنیم تو سر ملت، بگیم آقا اینا ببین بی فرهنگا رو؟ بعد چه اجازه داری به اینا فوش بدیم؟ به چه حقی فوش میدی به مردم؟ آقای هنرمند، خانم هنرمند، به چه حقی فوش میدی به مردم؟ احمقا رو ببینی تو جاده شمالند، آخه چه حقی داری به طرف توهین میکنی؟ تو فرهنگ داری، اون داره اشتباه میکنه، تو داری بهش فوش میدی؟ چرا فوش میدی؟ به چه حقی بهش فوش میدی؟ تو معلم این جامعه بودی که اینجوری شده دیگه. بالاخره هنرمندی معلم این جامعه، کی به تو اجازه داده فوش بدی؟ کی به ما اجازه میده به مردم بگیم احمق؟ کی به ما اجازه میده به مردم بگیم بی شعور؟ کی به ما اجازه میده این اصطلاحاتو به کار ببری؟ به چه حقی فوش میدی به مردم؟ الان داره میره مسافرت، رفته میکروفون گرفته جلو یارو، کجای قانونه که تو میتونی دوربین تلویزیون رو ببری به یارو بگی آقا کجا داری میری؟ اونا بگه سفر ضروریه، بعد بیا بگی همم که دارن میرن سفر ضروری. تو از کجا میدونی دروغ میگه؟ مثلا تو چه حقی داری فیلم یارو تو تلویزیون پخش میکنی؟ به چه حقی تصویر یارو تو تلویزیون نشون میدی؟ خب تو خودت اصل بی فرهنگی، حریم خصوصیشو رعایت نکردی. کی گفته هر چی میره مسافرت باید تصویرشو تو تلویزیون جلو 80 میلیون ایرانی نشون بدی؟ مجبورش بکنی، سوال میکنی مجبورش میکنی جواب بده، اجازه داد گفت پخش کن، ازش اجازه گرفتی پخش کنی؟ اینجوری که نمیشه آقا. ما هی نشستیم فقط مردم مقصرن، همه جا مردم مقصرن. اونی که پاشده رفته مسافرت، الان این آدم قربانیه، این آدم قربانی عدم آموزشه. اونی که رفته تو چهارشنبه سوری مصدوم شده، اون قربانیه. قربانیه چیه؟ قربانیه اینه که آموزش ندیده. کی مسئول آموزش این بوده و آموزشش نداده؟ آقا ترقه زدن بچه‌ها، ترقه زدن بیرون. تفریح سالم به من بگو ببینم تو این تهران شما تفریحتون چیه؟ تازه تهران میدونی که یعنی همه ایران نابود شده که تهران بشه تهران. ما تو قم میدونی که تفریحمون چیه؟ که قهوه خونه میرید، رستوران قهوه خونه تاش، جفتش هم تعطیل الان داداش. 4 تا سینما داره، اونم هر فیلمی توش نمیاد، با آقایون نباید بر بخوره. پارکامون هم زنونه مردونش جداست، آقایان خانم ها. هرچی هم پارک داشتیم که یا ساختمون توش ساختن یا شده حوزه علمیه یا فلان، بیرون شهریه چند تا درخت کاج کاشتن، کاج کاشتن. بعد تو به مردم بگو بمونید تو خونه. بمونه تو خونه چیکار کنه؟ به چه حقی فوش میدی به مردم؟
اصلا بیاد بیرون. بیرون کجا داره بره؟ تفریحش چیه؟ تفریح ملت تو تهران چیه؟ تفریح جوانای ما چیه؟ کجا میرن تخلیه میکنن انرژیاشونو؟ این آموزشی ندیده، جایی بهش یاد ندادن که باید چیکار بکنه. تو آموزش درست به ما ندادیم. ما تو بحران ها واقعا نمیدونیم باید چیکار بکنیم. هر کاری هم داریم میکنیم رو اصالت فرهنگی مونه که من میرم اونجا میتونم 100 کیلو برنج بخرم 5 کیلو میخرم. اینم اصالت تمدنمونه. من میخوام بگم این ملت دارن نشون میدن تو بدترین شرایط ممکن ما از تحریم اومدیم تو تحریم، از تحریم تو تحریم، گرفتاری تو گرفتاری، سیل اومده، زلزله اومده. کی کمک کرده؟ همه مردم کمک کرده. من میگم شما اول به من بگو براش چی کار کردی، آموزش چی دادی به مردم، که حالا به مردم بگیم این آموزشا بود شما چرا نگرفتید چیزی؟ به چه حقی فوش میدی به مردم؟ شما با یه خطا که نمیتونی کلا یارو ببری زیر سوال که. من میخوام بگم مقصری ما و حوزه مقصره، صدا و سیما مقصره، تمام مؤسسات فرهنگی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، تمام این مؤسسات که بودجه از بیت المال گرفتن، همه اینا مقصرن توی این که مردم ما این شده اوضاع احوالشون. ما این کارا رو هم کردیم باهاشون. ما معلمای بدی هستیم برای جامعه. اینا که دارن پول میگیرن، پول این مردمو میگیرن، دارن از همین مردم پول میگیرن که آموزششون بدن. تو به من بگو چیکار کردن واسه آموزش این مردم، تا من به شما بگم خب این کارا رو کردی چرا ثمر نداد. بعد میرم یه مردمو میگیرم میگم این همه واسه شما برنامه اجتماعی ساختن، برنامه آموزشی ساختن، چرا شما آموزش نمیبینید؟ به چه حقی فوش میدی به مردم؟ شما ببین چی به ما آموزش میدن؟ این خروجی که از صدا سیما میره بیرون به درد کی میخوره آخه؟ شما ببین تولیدات ما چی بوده؟ چی دادید دست ملت که الان انقدر طلب داره؟ ما حق نداریم انقدر راحت کسایی که خودمون تو تربیتشون کوتاهی کردیم، خودمون آدرس غلط بهشون دادیم و حالا بیاریم سنگ بهشون بزنیم. چه سنگ این که بگیم بی شعورا رو ببین تو جاده، چه سنگ این که بگیم احمقا رو ببین تو حرم. نه اونا احمقان، نه اینا بی شعورن. ما با تربیت این بلا رو سرشون آوردیم. به جای اینکه خودمون رو درست کنیم اومدیم میگیم اینا رو نگاه کن چیکار میکنن. خب اینا کجا درس خوندن؟ اینا 12 سال تو آموزش پرورش درس خوندن، دیپلم گرفتن، بی سواد که نیستن که. تو این 12 سال هر کدومشون چند میلیون ساعت تلویزیون برنامه داشته، چند هزار میلیارد بودجه فرهنگی خرج شده. چی دادید دست ملت که الان انقدر طلب کاری؟ شما ببین تولیدات ما چی بوده. نمیشه انقدر راحت بشینی متهم کنی، توهین بهشون بکنی. بابا نمیدونی با روح اینا چیکار میکنی. من میخوام بگم این آقایونی که اومدن عکس گرفتن با ذریح، بیان تو تلویزیون بگن منطقشون چیه. منطق چیه که یه مریضی اپیدمی اومده میگی در حرم باید باز باشه، بعد تو میگی بعدن تسلیم قانون میشی؟ یه عده جوان تسلیم این قانونه نمیشن چون مسئله ای که تو میسنجی اونا نمیسنجن، اونا موقعیتشون در خطر نمیفته. اونا فکر میکنن دارن کار ایثارگرانه میکنن میان وسط. تو به خاطر منافعت ساکت شدی یا نه اعتقادت عوض شد؟ یعنی تا دیروز اعتقاد داشتی در حرم باید باز باشه، از امروز معتقد شدی که نباید باز باشه. این آدما مقصرن، اینا بیان حرف بزنن. برای چی جوون بدبختی الان کیو دستگیر کردی؟ اینا خودشون قربانی ان بیچارا. هیچی باید دست اینا رو بگیره، یکی باید به اینا کمک کنه. من بودم تو هیئت میدونم چی تو مخ اینا میریزن. کیا؟ همینایی که شما تو تلویزیون بهشون دور میدی، همین آقایون مدعاهایی که بهم دارید میارید توی تلویزیون. میلیاردها بوچه بیت المال خرج این آدما کردید و اینا این افکار تو مخ اینا کردن. بله جلو تلویزیون فوش نمیدن، ولی تو هیئتاشون فوش میدن، تو هیئتاشون تحریک میکنن دیگرانو، تو هیئتاشون بحثای جناحی میکنن. این جوونه که میره زری هولیس میزنه فکر میکنه داره فداکاری میکنه، داره دفاع از ولایت اهل بیت میکنه، این نمیدونه داره ضربه میزنه. آقا اونی که اومد گفت این حرمو ما باز نگه میداریم، اونی که میره حرم زریو میبوسه، تو کرونا دو نفر تو قم مردن، میره زریو میبوسه، عکسشو منتشر میکنه، اسمش هم آیت الله فلانی، ایشون الان چرا نیست جواب بده؟ اون آدمی که تو رو تحریک کرده بری حرم، اون آدم الان تو رو به ملاقات نمیپذیره واسه اینکه کرونا نگیره. چرا اونی که آدرس غلط بشه هنوز رو منبره داره حرف میزنه؟ میدونی سیستم جامعه ما چه جوریه؟ اصلیا رو ولش میکنه، میره بالا پر بقیه رو میچینه. چرا تو بچه رو گرفتی که چی؟ اینا چیکارن؟ بوت ساتو باید بگیری، حالا یه بوت هم زدی شکوندی. اونی که داره بوت میتراشه، اونی که داره تولید میکنه که میاد بالا میشینه. شما تریبون صدا و سیما به یارو میدید 24 بهش بگید بیاد از اعتقاداتش دفاع کنه، بیاد حرفاشو بزنه. کاری نداره که. مگه معتقد نیستن به این امور اینا؟ مگه نمیگن معتقدن که تربت بخور خوب میشی؟ همین تلویزیونو بدید بیان حرفاشون بذارید، بابا مردم خودشون بفهمن اینا چی میگن. چرا هی قایمشن؟ ما سالانه میلیاردها تومان پول بیت المال خرج صدا و سیما و وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات و مؤسسات فرهنگی میشه، میلیاردی آقایون بودجه میگیرن، ولی با این حال باز میبینی که هیچ خبری نیست. خب اینا بیان جواب بدن. شما حساب بکن 40 ساله چند هزار میلیارد بودجه گرفتن بابت فرهنگ جامعه و جامعه آموزش ندیده. جامعه ما نمیدونه بعد چیکار کنه. با اینکه ما همش تو بحرانی، ولی آموزش رفتار در بحران رو ندیدیم. این جامعه آموزش ندیده. چی دادید دست ملت؟ تربت بخور خوب میشه.